اما در همین زمینه کشورهای منطقه نسبت به اعلام پایان معافیت خریداران نفت ایران توسط آمریکا واکنش‌های متفاوتی داشتند. برای بررسی این واکنش‌ها علی جوامردی از اربیل عراق همراه ماست. علی، کشورهای مختلف خاورمیانه درباره پایان معافیت خریداران نفت ایران چه واکنشی داشتند؟ افشار، واکنش ها متفاوته. پیش از واکنش ها و کشورهای منطقه خیلی کوتاه بگم، شاید جالب باشه بدونید که جمهوری اسلامی خودش قبلا گفته بود که آمریکا تحت هیچ شرایطی نمیتونه چنین تصمیمی بگیره. حالا که آمریکا چنین تصمیمی گرفته، جواد ظریف گفته که این نشانه ترس آمریکاست. ولی واکنش های منطقه ای، عراق که داره روابط دوستانه چه با جمهوری اسلامی چه با آمریکاست، بی‌طرفی خودش رو اعلام کرده. عراق از طرفی به نفع کشه که بهای نفت اگر بالا بره یا اینکه کمک بکنه به اینکه جای ایران رو بگیره، نفت بیشتری صادر بکنه، ولی به گاز طبیعی ایران وابسته است برای تامین برق در مرکز و جنوب کشور. و در این رابطه عراق داره سعی میکنه که از عربستان سعودی این گاز و برق وارد بکنه که جایگزین ایران بشه. ابراهیم اصاف وزیر خارجه عربستان سعودی بیانیه داده، در بیانیه‌اش از تصمیم واشنگتن استقبال کرده، گفته که این تصمیمی لازم و ضروری بود در راستای جلوگیری از سیاست بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی در منطقه. ابراهیم اصاف گفته پادشاهی سعودی از تصمیم آمریکا حمایت میکنه و در این وزارت خارجه عربستان این رو هم اضافه کرده که در مدت زمان کمی عربستان سعودی و امارات نفتی رو که ایران دیگه نمیتونه صادر بکنه، این رو نفت خود با نفت خودشون این رو جبران میکنن، یعنی جای نفت ایران رو برای خریداران نفت میگیرن. ترکیه در این میان که وارد کننده نفت و گاز از ایران هست، ابراز ناخرسندی کرده، مولود چاوشوغلو صحبت کرده چه دیروز چه امروز، در این مورد واکنش نشون داده و گفته مخالفه چنین فشارهایی بر ایران هستند، علیه اون هستند. برای ترکیه ایجاد تنوع در بازار نفت و گاز سخت هست، چون آمریکا به ترکیه پیشنهاد کرده که نفت عراق رو جایگزین بکنه، ولی چاوشوغلو میگه که خط لوله عراق در جنگ داعش زیان دیده و خط لوله‌ای هم که از اقلیم کردستان به ترکیه میره محدود هست. ولی چاوشوغلو به رغم انتقاد نگفته که ترکیه قصد نادیده گرفتن تصمیم آمریکا رو داره. پادشاهی بحرین در خلیج فارس هم استقبال کرده، در بیانیه گفته این تصمیم آمریکا برای متوقف کردن ماشین ترور لازم و مهمه و با نقش خطرناک جمهوری اسلامی در منطقه مقابله میکنه. بحرین گفته که اقدام گروه‌های تروریستی منطقه رو به طور مستقیم این مسئله تحت تاثیر قرار میده و پادشاهی بحرین از اون حمایت میکنه. در این بین امارات، اردن، مصر واکنش مستقیم نداشتن، ولی رسانه‌هاشون به طور کلی این تصمیم آمریکا رو مثبت ارزیابی کردن در جلوگیری از گسترش ترور در منطقه. ممنون علی جوامردی با گزارش واکنش‌های منطقه‌ای به پایان معافیت خریداران نفت ایران.